به نام خدا. به ادامه لکچر قبلی که راجع به عمومیات بیماری نقرس صحبت کردیم و راجع به تداوی نقرس در مرحله هات یا حمله هات نقرس صحبت کردیم، در این درس با شما راجع به تداوی نقرس مزمن صحبت میکنیم. گفتیم که نقرس بیماری میتابولیکیه که یا به خاطر افزایش تولید و یا به خاطر کاهش اطراح یوریک اسید به وجود می آید. یوریک اسید بلند خون گفتیم یا کلیه ها مورد هدف قرار میده و سنگ یورات ایجاد میکنه و یا که مفاصل مورد هدف قرار میده و گوت یا آرترایتیس یا التهاب مفصلی به اصطلاح نقرسی ایجاد میکنه. در مرحله حاد نقرس گفتیم دواهای انسید خط اول هم، حالا به استثنای آسپرین که اطراح کلیوی یوریک اسید کم میکنه و اگر اونا پاسخ ندم، در مرحله حاد میتونیم از کلچیسین استفاده کنیم. در مرحله نقرس مزمن میتونیم از دواهای اطراح کننده یوریک اسید و از دواهایی که مانع تولید از اون میشن استفاده کنیم. معمولا دواهایی که در تداوی از ای استفاده میشن دواهای نای کننده ساخت و دواهای یوریکوز یوریک میباشن. از جمله دواهای نای کننده تولید یوریک اسید میتونیم به الوپورینول و فیبوکسوستات اشاره کنیم و از جمله دواهای یوریکوز یوریک میتونیم ما به دوای سولفین پیرازون اشاره کنیم. الوپورینول بهتره که در مرحله حاد به نقرس استعمال نشه، به خاطری که به دلیل نامعلوم دیده شده که باعث طولانی تر شدن حمله حاد مرض میشه و تداوی نقرس مزمن هم تا وقتی که حمله حاد کاملا خاموش نشده و از بین نرفته نباید شروع کنیم. حتی بهتره که کلچیسین یا یک انسید به خاطر وقایع تا یک ماه بعد از اصلاح کردن هایپریوریسیمی هم ادامه داده شم که نمو حمله بعدی وقایع شه. اگر ما داریم مریض نقرس مزمن درمان میکنیم و در جریان درمان نقرس مزمن حمله حاد نقرس اتفاق میفته که الوپورینول خور برای تداوی نقرس مزمن با عین مقدار ادامه میدیم و حمله حاد دارم با کلچیسین یا با یک انسید معالجه میکنیم. گفتیم که الوپورینول یک آنالوگ یا یک دوای شبیه پورینه و به شکل رقابتی با پورین از ساخت یوریک اسید جلوگیری میکنه. ببینیم شما این سلسله تعاملات که قبلا شما تکرار هم بشد نشان میده که چی رقم یوریک اسید از پورین به دست میایه. نوکلیک اسید های مثل دی ان ای و آر ان ای تبدیل میشن به پیورین، پیورین تبدیل میشه به هایپوزانتین، هایپوزانتین توسط انزایم زانتین اکسیداز تبدیل میشه به زانتین و زانتین تبدیل میشه به یوریک اسید. همین تعامل تبدیل شدن پیورین به هایپوزانتین توسط انزایم زانتین اکسیداز صورت میگیره و تبدیل شدن زانتین به یوریک اسید هم توسط انزایم زانتین اکسیداز صورت میگیره. الوپورینول دواییه که باعث نهی انزایم زانتین اکسیداز میشه، انهبیت میکنه، نهیه میکنه. وقتی انزایم زانتین اکسیداز نهیه بشه، هایپوزانتین به زانتین تبدیل نمیشه و زانتین هم به یوریک اسید تبدیل نمیشه و از تولید یوریک اسید اضافی و از هایپریوریسیمی بعدی وقایع میشه. الوپورینول معمولا برای مریضایی که مشکلات کلیوی دارن یا سنگ های یوریک اسیدی دارن که نمیتونن دوای یوریکوز یوریک بگیرن تطبیق میشه. در وقایع از نقرس، در وقایع از سنگ های کلیوی یورات و کلسیم اکسالات، در مریضی های خونی که با بالا بودن یوریک اسید خون همراهن و برای وقایع از هایپریوریسیمی هایی که در مریض هایی که کانسر دارم و شیمی درمانی میشم استفاده میشه. معمولا عوارض جانبی الوپرنول بیشتر جلدیه و به شکل اندفاعات یا لکه های جلدی بروز میکنه. اگر مریضی که الوپورینول میگیره در جریان درمان با این دوا اندفاعات یا رش های جلدی پیدا کنه، بهتره که دوار قطع کنیم. برای گذشت یک مدت اگر اندفاعات دیدی خفیف و متوسط بوده و کم شده، پس دوباره با احتیاط تداوی شروع میشه و در صورتی که اندفاعات برای بار دوم تحسس کرد که باید دوا فوراً و احتمالاً به شکل دائم قطع بشه. برای احتیاط از این دوا که از این عوارض وقایشه، بهتره که 2 تا 3 لیتر در روز بیمار در زمانی که الوپورینول میگیره مایعات اضافی مصرف کنه. در خانم های حامله و کسانی که مشکلات کبدی و کلیوی دارن با احتیاط توصیه بشه.
پیشتر هم بگفتیم و تکرار میکنیم که الوپرینول دوای وقایه یا پریونشن نقرسه و در تداوی حمله حاد نقرس نباید استفاده شه و تطبیق نشه، مضاد سبب تطبیق از او. همچنین گفتیم که به طور نامشخص ثابت شده که توصیه الوپرینول در بیماران مرحله حاد نقرس سبب شده که در هفته اول تداوی باعث نوسانات در غلظت یوریک اسید و بالا رفتن این ماده بشه. اما مریضی که نقرس مزمن داره و در حال گرفتن و اخذ الوپرینول هست، اگر در جریان نقرس مزمن خود حمله حاد رخ میده، الوپرینول قطع او وقت نمیشه، ادامه پیدا میکنه و تداوی مرحله حاد با انسید یا کلچیسین صورت میگیره. برای بزرگسالان 100 میلی گرم روزانه به دوز واید استفاده میشه و اگر نیاز بود مقدار از میتونه تا دو برابر هم افزایش پیدا کنه. تابلت های 100 میلی گرم و 300 میلی گرم از او در بازار وجود داره. فیبوکسوستات عین الوپرینول با عین میکانیزم کار میکنه، در حمله ها تطبیق نباید بشه، اما در جریان حمله مزمن اگر حمله ها رخ میده تداوی با این دوا ادامه داده میشه. معمولا عارض جانبی از او فرط حساسیت شدیده که خیلی نادرن دیده شده. در مریضایی که مشکلات غده درقی یا تیروئید دارن، ایسکمی قلبی دارن، باید با احتیاط توصیه شه و 80 میلی گرم با دوز واحد توصیه میشه و اگر بعد از حدود 15 روز الی یک ماه اگر باز هم یوریک اسید خون برای گرفتن از این دوا از 6 میلی گرم در دیسیلیتر بالاتر بود، مقدار میتونیم یکنیم برابر کنیم و 120 میلی گرم در روز برای مریض توصیه کنیم. تابلت های 40 میلی گرم، 80 میلی گرم و 120 میلی گرم از این در بازار وجود داره. دواهای دیگه که در تداوی نقرس مزمن استفاده میشن سولفین پیرازونه که از جمله دواهای یاریکوز یوریک یا اطراح کننده یوریک اسید در ادرار میباشه. این دواهای الوپرینول و فیبوکسوستات این هم برای وقایع نقرس و هایپریوریسیمی استفاده میشه. در نقرس حاد مضاد استتباب در مریضایی که مشکلات فلم خون و تثقبات یا پارگی های زخم پیپتیک دارن مضاد استتباب. معمولا اول 100 تا 200 میلی گرم در روز استفاده میشه و در ظرف 2 تا 3 هفته میشه و مقدار 600 تا 800 میلی گرم هم افزایش پیدا کنه. مقدار دوا تا زمان زیاد میشه که مریض تحمل کرده بتونه و طول مدت درمان با دوا هم تا وقت ادامه پیدا میکنه که یوریک اسید خون نرمال شه و بعد از او دوز تعقیبی توصیه میکنه. دوز تعقیبی هم 200 میلی گرم در روز می باشه و عوارض ای که داره ای فرط حساسیت، مشکلات معده ای که قابل تحمل و جذب مجدد زیاد آب و نمک که خطر اوزایمار زیاد میکنه. پس در مریضایی که امراض قلبی دارن ممکنه که باعث احتباس آب و نمک شه و ای احتیاط باید در نظر بگیریم که پیرازون یا سولفین پیرازون به شکل تابلت های 200 میلی گرم و پروبنزید هم که یک دوای یوریکوز یوریک دگیه به شکل تابلت های 500 میلی گرم پیدا میشه. خب بحث دواهای که در تداوی نقرس مزمن هم استفاده میشن ختم شد. در لکچر بعدی با شما راجع به دواهایی که در تداوی سردرد نیمسری یا مگرن استفاده میشن بحث میکنیم و لکچر ما در سمستر هفتم ختم میشه. مجموعی 30 لکچر هم در پورتال دانشجویی قابل دریافته و شما میتونیم با مطالعه کتاب و مشاهده ویدیوها اگر مشکلی از درس‌ها داریم سوالات خور هم در پورتال دانشجویی و هم در گروه تلگرامی سیم بخون مطرح کنیم، در اسرع وقت به اونا پاسخ داده میشه. با شروع درس‌ها انشالله بحث حل مشکلات از طریق حضوری هم ادامه خواهد داشت. موفق باشین، خدا نگهدار.